بسم الله الرحمن الرحیم. بچه های خوب سال دهم و یازدهم، ادامه بحث احتمال رو میخوایم بدیم که تخصصی تو کتاب سال دهمه، ولی خب بچه های یازدهم بدون این درس توی یازدهم چیزی رو متوجه نمیشن. قصه قوانین احتماله، قوانین احتمال. بچه ها، ما هممون مجموعه ها رو میشناسیم. اگه در یه پیش آمده تصادفی، در یه پدیده تصادفی فضای نمونه S باشه، اتفاق و پیش آمده A و اتفاق و پیش آمده B به این صورت نمایش داده بشن، اگه بگن A اجتماع B کجاست؟ یعنی تمام قسمت هایی که من دارم هاشور میزنم بیرون که مشکی رنگی نه. ما وقتی صحبت اجتماع میکنیم تو بحث احتمال، معنیش هست حداقل یکی از دو پیش آمد رخ دهد. معنی دیگرش یا آ یا ب رخ دهد. بچه فضای بیرونی میشه آ اجتماع ب پریم، یعنی نه آ نه به هیچ یک رخ ندهد. خیلی به این دیاگرام یا نمودار ون دقت کنید. پس حداقل یک از دو پیش آمد رخ دهد میشه آ اجتماع به فضای بیرونی که مشکی رنگه، میشه آ اجتماع به پریم متممشه. اگه این فضای نمونه باشه، این پیش آمده آ، این پیش آمده ب باشه، به اینجایی که من دارم هاشور میزنم چی میگن؟ میگن آ اشتراک ب. آ اشتراک ب رو تو درس احتمال بهش میگیم هم آ هم ب رخ دهد، یا اصطلاحاً آ و ب رخ دهد. بچه ها ممکنه دو مجموعه آ و ب هیچ اشتراکی نداشته باشن. هر وقت دو مجموعه آ و ب هیچ اشتراکی نداشتن، در این حالت میگن اشتراک توهیه، میگن دو پیش آمد ناسازگارند. کلمه جدید. هر وقت جایی شنیدیم دو پیش آمد ناسازگارند، یعنی از هم جدان، یعنی هیچ اشتراکی وجود نداره. خوب به این دیاگرام دقت بکنید. ما رابطه‌ای داریم به این صورت که اگه به اون نمودار ون دقت بکنید میشه یا آ رخ بده یا ب رخ بده، اما قسمت‌های مشترک دو بار شمرده میشه. قسمت مشترک هم مال اینه هم مال اونه، پس باید کم شه. خب از این رابطه هم حتما شما سوال خواهید داشت تو امتحانتون. فارسیش میشه احتمال رخ دادن حداقل یکی از دو پیش آمد. این که میشه
احتمال رخ دادن آ، احتمال رخ دادن ب، نمیشه احتمال رخ دادن هم آ هم ب، یعنی موارد مشترک. خوب به این دقت بکنید، میخوایم ازش مسئله حل کنیم. اولین مسئله رو می نویسم. تاسی را می اندازیم. چقدر احتمال دارد عدد رو شده یا مضرب 3 باشد یا زوج؟ یا شنیدیم خانم ما می دونیم که یه تاس فضای نمونه 6ه. پیش آمده مورد نظر تو مضرب 3 است، از اون 6 تا یعنی تو چی دوست داری؟ 3 بیاد دوست داری؟ 6 هم بیاد دوست داری؟ توی یه تاس مضرب 3 همین دو تاس دیگه. زوج رو بگیریم به زوج بودن. زوج بودن وقتی یه تاس رو میندازی 2 بیاد خوشت میاد، 4 بیاد خوشت میاد، 6 هم بیاد خوشت میاد. حالا فرمول رو مینویسم. یا آ رخ بده یا ب، یا مضرب 3 بیاد یا زوج، یا آ رخ بده یا ب، که پی آ علاوه پی ب منهای پی آ اشتراک ب. خب احتمال اینکه مضرب 3 بیاد تعداد رو بشمار، 2 از 6، 2/6 احتمال داره مضرب 3 بیاد. زوج اومدن بشمار، 3 از 6. حالا از خودت بپرس آیا داریم کسی که هم مضرب 3 باشه هم زوج، هم مضرب 3 باشه هم زوج، یعنی همین تو باشه همین تو باشه؟ کیه که همون توه همین توه؟ آها 6، یه نفر، یه نفر، اون یه نفر باید کم بشه. آخه آ اشتراک به فقط 6ه. دو پیش آمد ناسازگار نبودن. 2 و 3 5 منهای 1 جواب 4/6 یا 2/3. پس 2/3 احتمال داره وقتی شما یه تاس رو میندازید یا مضرب 3 بیاد یا زوج. این اولی مسئله. اگه بگن واسه این مسئله نمودار ون بکش، نمودار ون کشیدن برای این به این صورته، این اس منه، این آی منه، این بی منه. مضرب 3 رو گرفتیم، 3/6. زوج بودن 2 4/6. اینایی هم که بیرون میمونن یه 1 که بیرون مونده، یه 5. الان آ 2 تا عضو داره، به 3 تا عضو داره بچه، ولی 6 مشترک. اون که مشترکه رو که نباید هم با این بشماری هم با این بشماری، پس همین باید کم بکنیم یکیشو تا دوبار نشماریم. یه دونه دیگه میسازم. میگه بر روی سی کارت اعداد 1 تا 30 را نوشته ایم. 30 تا کارت، 1 تا 30. به طور تصادفی کارتی می کشیم.
چقدر احتمال دارد؟ الف مضرب هفت یا مضرب نه باشد؟ میخوام ببینم یه دونه کارت هم میونه این کارت ها بکشیم چقدر احتمال داره یا مضرب هفت باشه یا مضرب نه. دوباره چند تا کارت داریم؟ سی تا. پس NS سیه. خواهش تو چیه؟ مضرب هفت روش داری؟ خب بچه تو این سی تا کارت مضارب هفت، هفت از خوشم میاد، چهارده بیاد خوشم میاد، 21 بیاد، 28 بیاد. میتونستی بگی سی تقسیم بر هفت میشه چهار، پس چهار تا عضو داره. به رو اگه بگیریم مضربای نه، سی تقسیم بر نه میشه سه و خورده ای. سه و خورده ای خورده ایش چی؟ پس سه تاست. سه تاش رو ببین. نه، هجده، بیست و هفت. حالا میگه یا این رخ بده یا اون رخ بده. فرمول پی آ به علاوه پی ب منهای پی آ اشتراک ب. بچه ها پی آ یک دو سه چهار چیز بیاد خوشم میاد، از چند چیز؟ از سی چیز. پس به احتمال چهار سیام مضرب هفته به علاوه مخرج که سیه، به احتمال سه سیام مضرب نه. حالا از خودت بپرس آیا کسی از همین تو باشه همین تو؟ یعنی از خودت بپرس داریم کسی که هم مضرب هفت باشه هم مضرب نه؟ نداریم. این دو پیش آمد ناسازگارند، پس این میشه صفر. صفر اشتراکی وجود نداره، ناسازگارند. چهار و سه هفت سیام. به احتمال هفت سیام تو با آرزوت میرسی. این دو پیش آمد ناسازگارند. این الف مسئله بود. و اما به میگه مضرب 6 یا مضرب 4 بیاید. مضرب 6 یا مضرب 4 بیاید. ببینیم. دوباره تو این سی تا کارت مضرب 6، مضرب 6 کیا میتونن باشن؟ سی تقسیم بر 6 میشه 5 تا 5 تا، یعنی خود 6. 6 تا 6 تا برو بالا، 12 18 24 30. اینا بیاد من خوشحال میشم. دیگه مضرب 4 سی تقسیم بر 4 میشه 7 خورده ای په 7 تا. مضارب 4 4 8 12 16 20 24 28 بشمار 7. خیلی فرمولم آماده است. پی آ 1 2 3 4 5 چیز بیاد من خوشم میاد، از 30 چیز به علاوه اینا هم که بود هفت چیز. حالا خود بپرس آیا داریم کسی که همون توه همین توه؟ یعنی هم مضرب 6 باشه هم مضرب 4. من دیدم 12 24. یعنی بچه ها من دو چیز دیدم، 12 و 24. مسلماً باید این دو چیز رو کم بکنی. موارد مشترک دو تاست. تموم شد. 5 و 7 12 منهای 2 10 سیام یا 1 سوم. مسائل بسیار مختلفی میشه ساخت که به صورت تست، به صورت
سوالای تشریح، مثلا تمرینی از کتابتون، تمرینی از کتابتونه، یه ذرم تغییرات بهش دادم که قشنگتر بشه. ببینیم چی میگه. میگه دو تاس را میاندازیم، دو تاس را میاندازیم، یعنی فضای نمونه میشه 36. چقدر احتمال دارد؟ هر دو فرد یا مجموع 6 شود. تمرین کتاب ریاضی 1 سال 10. بچه دو تا تاس رو میندازیم فضای نمونه میشه 6؟ نه نمیشه، چون دو تاس میشه به توانه. چه بگه دو تاس را میاندازیم، چه بگه یک تاس را دو بار میاندازیم، فرق نداره. چقدر احتمال دارد هر دو فرد بیاد؟ بچه هر دو فرد بودن رو تجسم کنید از این 36 حالت. هر دو فرد، حالت های دیگر رو بگو، هر دو زوج، حالت های دیگر رو بگو، این فرد این زوج، دیگه این زوج این فرد، تو 4 حالت. ما یه حالت چون میخواییم، یعنی از 36 حالت مختلف من میخوام بگم خیلی سریع میشه فهمید کلن 4 حالت داره، یا هر دو زوجه، یا هر دو فرده، یا اولی زوجه دومی فرده، یا اولی فرده دومی زوجه. 4 حالت ما یه حالت چون میخواییم، 1/4. حالا حسابش میکنیم، 1/4 رو ذهنی گفتیم. حالا هر دو فرد یعنی 1 1 رو دوست دارم، تاس 1 3 1 5، هر دو فرد 1 رو ولش کن. حالا 3 1 بیاد خوبه، با 1 3 فرق داره، 3 3 بیاد خوبه، 3 5 بیاد خوبه. حالا 3 رو ولش کن، 5 1 بیاد خوبه، 5 3 بیاد خوبه، 5 5. بچه های سال دهم موظفند بنویسند پیش آمد و، اصلا جزء درس کتابشون. این شد هر دو فرد. خواسته بعدی، از اول فکر کن، مجموع 6 بشه. دو تا تاس رو میندازی، هر دو 6 هر دو چی باشه؟ این دو تا تاس که جمعشون 6 بشه، با 1 بازی رو شروع کن. 1 بیاد اون یکی 5، ولش کن 1 رو. 2 بیاد اون یکی 4، برو بالا. 3 بیاد اون یکی 3، برو بالا. 4 بیاد اون یکی 2، بالاتر. 5 اون یکی 1. خیلی، اینم شد مجموع 6. حالا یا شنیدم، هر دو فرد یا مجموع 6، فرمولم آماده است. خب پی آ 9 تا است از 36، ساده کن میشه همون 1/4 که گفتم، به علاوه 1 2 3 4 5 حالت. حالا خود بپرس آیا کسی داریم همون توه همین توه؟ دقت کنید که همین توه همین توه رو میخوایم بهتون نشون بدیم. آ اشتراک ب رو نشون بدیم، آ اشتراک ب. من دارم میبینم 1 و 5 تو هر دو هست، 1 و 5 دیگه. من دارم میبینم 3 و 3 تو هر دو هست، 3 و 3. من دارم میبینم 5 و 1 تو هر دو هست. چند تا موارد مشترک میبینی؟ 3 تا. منهای 3، 36. آ رو نوشتم، ب رو نوشتم، موارد مشترک یعنی هم هر دو فرد هم جمعشون 6. خب این هم هر دو فرد هم جمعشون 6ه، این نه، این باید کم بشه. حالا جواب 9 با 5 = 14 منهای 3 = 11 = 36. این دقیقا تمرین کتابتون بود. خب بچه ها، ما توی نمودار ون
اگه اینو بگیریم آ، اینو بگیریم ب، اگه بهتون بگن آمنهای ب رو هاشور بزن، کجا رو هاشور میزنی؟ آمنهای ب یعنی زنده باد آ، ب رو حذف کن، زنده باد آ، ولی ب رو از آ حذف کن، یعنی تمام قسمتهای آ رو من میخوام الا اون قسمتهای خائنی که از ب توشه، یعنی من تمام این قسمتها رو میخوام، هاشور زدم، این تیکه رو نمیخوام، این تیکه رو نمیخوام، تیکه اشتراکی رو نمیخوام. توی مبحث احتمال میگن به این آ رخ دهد ولی ب رخ ندهد. طبق قوانین مجموعه ها آمن های ب همیشه آ اشتراک ب پریمه، بپریم یعنی ضد ب، غیر ب. این رابطه یکی که باله مبحث مجموعه هاست باید بدونیم. بچه ها اگه احتمال رخ دادن آ رخ دهد ولی ب رخ ندهد و ازت خواستن، کافی احتمال رخ دادن آ رو منهای قسمت موارد مشترک کنی. اینجا موارد مشترکه، این رابطه رو به خاطر بسپار. فارسیش میشه چی؟ احتمال اینکه آ رخ بده و ب رخ نده. این هم که گفتیم موارد مشترک. خوب به این دقت کن، میخوایم از این مسئله بسازیم. مسئله رو میخونم براتون. دو تات را میاندازیم، دو تات را میاندازیم، چقدر احتمال دارد؟ چقدر احتمال دارد؟ هر دو فرد باشند ولی مجموع 6 نشود، ولی مجموع 6 نشود. خب دو تات رو میاندازیم، NS 36. میگه هر دو فرد باشه، هر دو فرد. بچه ها هر دو فرد رو دوباره بنویسیم، نه حالت میشه، یک یک، یک سه، یک پنج، سه یک، سه سه، سه پنج، پنج یک، پنج سه، پنج پنج، هر دو فرد. مجموع 6 شدن، مجموع 6 شدن یعنی یک و پنج، دو و چهار، مجموع 6 شدن، مجموع 6، 3 و 3، 4 و 2، 5 و 1. خیلی ازت خواسته این رخ بده ولی اون رخ نده، پس میشه پی آ منهای پی آ اشتراک به پی آ رو که دیدی 9 3 و 6 یا همون 1 4 منهای. موارد مشترک رو با هم دیگه شمردیم توی تخته قبلی، 1 و 5، 3 و 3، 5 و 1، 3 حالت. منهای 3 36، جواب 6 36 یا 1 6. دقت بفرمایید. مسئله یه دیگه رو براتون حل میکنم.
میگه از 20 دانش آموز یک کلاس از 20 دانش آموز یک کلاس 12 نفر مجله آ و 13 نفر مجله ب را میخوانند و 5 نفر هیچ مجله‌ای نمیخوانند. هیچ مجله‌ای نمیخوانند. اگر تصادفی یک نفر انتخاب شود چقدر احتمال دارد مجله آ را بخواند و ب را نخواند؟ دقت کنید، این سوال امتحانتون میتونه باشه. تو کلاس 20 نفرن، 12 نفر مجله آ رو میخونن، ان آ، ان آ، ان اس که تعداد کله 20 تا. اونایی که مجله آ رو میخونن 12 نفرن. اونایی که مجله ب رو میخونن 13 نفرن. 5 نفر هیچ مجله ای نمیخونن. اگه دقت کرده باشی تو اون نمودار ون بهت گفتم نه آ نه ب کجاست. بچه ها به این فضای بیرون میگن نه آ نه ب، نه مجله آ نه مجله ب، هیچ کدوم نمیخونن و بهش میگن آ اجتماع ب پریم. بچه ها من میگم اگه آ اجتماع ب رو حساب بکنیم احتمال آ اجتماع ب پریم میشه 1. قانون متمم جلسه پیش، مگه ما قانون متمم رو نگفتیم؟ دقت کنید، آ اجتماع ب پریم هر وقت کسی احتمال نه آ نه ب رو خواست یک و منهای احتمال رخ دادن حداقل یا آ یا ب بکنه. این فرمول رو به خاطر بسپرید. ببینیم فارسی میخونم. 5 نفر هیچ مجله ای نمیخونن، پس آ اجتماع ب پریم رو بهتون داده 5 نفر. خب بریم تو این فرمول پرش کنیم. 5 بیستم مساوی با 1 منهای پی آ اجتماع ب. ممکنه بگی چرا اینو حساب داری میکنی؟ ما اینو نمیخوایم، ما آ منهای ب رو میخوایم. چقدر احتمال داره مجله آ رو بخواند ب را نخواند؟ ما آ منهای ب رو میخوایم. بچه زبل میدونه آ منهای ب سوال ماست، اما آ منهای ب توی فرمولی که برای احتمالش دادم اشتراک لازم داشت. چی بود فرمولی که برای این دادم؟ فرمول برای این دادم این بود پی آ منهای ب برابر است با پی آ منهای پی آ اشتراک ب. بچه ها این فرمول باید استفاده بشه. شکر خدا پی آ رو داریم 12/20، اما چی رو نداریم؟ اشتراک رو نداریم. اشتراک رو چجوری به دست بیاریم؟ تو اون فرمول اجتماع بود، اول اجتماع رو گیر میاریم، فرمول اول اولیه، بعد اشتراک رو به دست میاریم. خیلی باید اینا رو مطالعه دقیق بکنید. 5 بیست پس پیه آ
اجتماع به در اومد، یک منهای یک چهارم می شود سه چهار. این در اومد. این چیه؟ احتمال اینکه حداقل یکی از دو مجله را بخواند. خب اینو نخواسته مسئله، ما به دستش آوردیم. حالا بریم سراغ فرمول اصلیه. فرمول اصلیه این بود: پی آ اجتماع به پی آ به علاوه پی ب منهای پی آ اشتراک به. این فرمول. حالا بچه ها پی آ اجتماع به رو داریم، چنده؟ سه چهار به علاوه مساویه سه چهار مساویه با پی آ دوازده بیستم. سه چهارم مساویه دوازده بیستم به علاوه پی ب سیزده بیستم منهای، اینم مجهول ماست تا بعد بذاریمش اینجا، منهای اینم مجهول ماست. خب پی آ اشتراک به دست میاد، دوازده و سیزده میشه بیست و پنج بیستم منهای سه چهارم، مخرج مشترک بیست رو میگیریم میشه بیست و پنج منهای پونزده ده بیستم یا یک دوم. این چیه؟ احتمال اینکه هم مجله آ هم مجله ب را بخواند. چرا درش آوردم؟ به خاطر این فرمول. چقدر احتمال دارد آ را بخواند و ب را نخواند؟ یعنی پی آ منهای ب حالا آماده است. من با این یک دوم کار دارم، میرم میذارمش توی اون فرمول. ببینیم پی آی منهای ب فارسیش میشه آ باشه ب نباشه، یعنی مجله آ رو بخونه ولی مجله ب رو نخونه. فرمول بود پی آ، خب پی آ رو دارم، دوازده بیستم منهای موارد مشترک احتمالش یعنی یک دوم، مخرج مشترک بیست، دوازده منهای ده دو بیستم یا به احتمال ده درصد یا یک دهم. چندین بار باید این مسئله رو تو خونه روش کار کنی، خودت بخونی، خودت حل کنی. این راه حل منه، راه حل تو نیستش که. باز میخوام مسئله قشنگتری کنم. فقط یه چیزی، این همه راه حل که ما رفتیم درست، ما وقتی بخوایم اینو به عنوان تست حل بکنیم از نمودار ون استفاده میکنیم. خب من این اعداد رو درآوردم براتون، جواب در آخر ما در اومد چند؟ یک دهم. من با نمودار ون میخوام حالا اینو حل بکنم. خوب دقت کنید به راه حل دوم این مسئله. ببینید کدومش
براتون دلنشین تره. ببینیم جواب آخر رو یک دهم در آورده بودیم دیگه. بچه ها کلن صورت مسئله رو پاک کردم. کلن از 20 دانش آموز به یک کلاس 12 نفر مجله آ رو میخونن و 13 نفر مجله ب رو میخونن. بیاییم با نمودار ون بریم. کل کلاس 20 نفره. کل کلاس 20 نفر. 12 نفر مجله آ رو میخونن. یعنی کل آ. این تیکه و این تیکه. 13 نفر مجله ب رو میخونن، این کل این ب. 5 نفر هیچ مجله ای نمیخونن، پس اون 5 نفر میشه اینجا فضای بی رو میشه. یه سوال دارم ازت، کل این مستطیل 20ه، این تیکه بیرون 5ه، اجتماع این دوتا چند میشه؟ اجتماع این دوتا، تعداد به من بگید. کل 20ه، بیرون هیچ مجله نمیخونن، 5ه، اجتماع اینا چند میشه؟ 20 منهای 5 15. پس اجتماع اینا 15ه. به اینجا چی میگن؟ به اینجا مشترک، یعنی هم مجله آ رو بخونن هم مجله ب، اسمشو میذارم ایکس. به اینجا میگن فقط اینجا ها چه آ منهای ب، یعنی آ رو بخونه ب رو نخونه. به اینجا چی میگن؟ فقط ب، یعنی ب رو بخونه آ رو نخونه. اینجا رو چی میگن؟ هم آ رو بخونه هم ب رو بخونه. خب گوشاتو بکن. آ کلن چند تا بوده؟ 12. عزیز این ایکسه، اینجا مگه نمیشه پس 12 منهای ایکس؟ 13 نفر مجله ب رو میخونن، مگه کل این 13 نیست؟ این ایکس اینجا چند میشه؟ 13 منهای ایکس نمیشه. باید اینو این ایکس. اینجا میشه 13 منهای ایکس. یه بار دیگه. کل 20 بود، 5 نفر هیچ مجله رو نمیخونه، اینجا 5ه. پس اگه کم بکنیم بگیم 20 منهای 5، در واقع چه فرمولی رفتم؟ ن آ اجتماع ب همیشه ن اس منهای ن آ اجتماع ب پریم. شد 15. آ اجتماع به 15ه، آ خودش 12ه، اینجا ایکس میشه 12 منهای ایکس، کل این 13 این ایکس میشه 13 منهای ایکس. حالا اجتماع اینا رو بگو من بنویسم. اجتماع اینا میشه 12 منهای ایکس به علاوه ایکس به علاوه 13 منهای ایکس، میشه اجتماعشون. اجتماعشون چند بود؟ 15. و سلام، ایکس در اومد، این با این میره، ایکس مساویه با 25 منهای 15 میشه 10
ایکس در اومد ده، ولی من اینو میخوام. چه دوازده منهای ده؟ خودت بگو. دوازده منهای ده دو، کل چقدره؟ بیست. دو بیستم یا همون یک دهم؟ حتما رو اینو فکر کنید. چی خواسته بود ازتون؟ آی منهای ب، آی منهای ب اینه دیگه، دوازده منهای ایکس، دوازده منهای ده. چه آی منهای ب؟ آی منهای ب میشه دوازده منهای ده، یعنی شد دو. یعنی شد دو. احتمالش پس آی منهای ب مساوی با دو به روی بیست. اگه بخوای با نمودار ون میشه جواب داد. مسئله دیگه یه میخوام واسهتون حل کنم. پاک میکنم. احتمال این که در خانه یخچال باشد 85% یا 85%، و احتمال این که هم یخچال هم تلویزیون باشد 40% یا 14%، و احتمال این که حداقل یکی از این دو وسیله باشد 96% یا 96% است. چقدر احتمال دارد در این خانه تلویزیون باشد، یخچال نباشد؟ دقت کن. یخچال احتمال این که توی خونه ای باشه، یخچال احتمال این که توی خونه ای باشه 85%، 85% یخچال. احتمال این که هم یخچال هم تلویزیون باشه، تلویزیون رو بگیریم ب، یخچال رو گرفتیم آ. هم شنیدم بچه ها، هم این هم اون، یعنی اشتراک داده به هم 14%. 14% رو کسری می نویسم، 14%. احتمالی که حداقل یکی این دو وسیله باشه، بچه های زبل فهمیدن حداقل یعنی اجتماع، حداقل یکی این دوتا باشه 96%. چی خواسته؟ تلویزیون باشه، تلویزیون ب بود. یخچال نباشه، یعنی ب منهای آ. پی ب منهای آ رو میخواد. خب فرمول بگو. میشه پی بی منهای مشترکاتشون با آ. خب حل میشه. پی بی رو دارم؟ نه. پی آ اشتراک بی رو دارم؟ بله. آ اشتراک بی چنده؟ 14. چی رو داشته باشم کار تمومه؟ پی بی، ولی پی بی رو ندارم. فرمول اصلی اصلی اصلیه برای اجتماع می نوشتیم چی بود؟ اونو باید بنویسیم. پس میریم اونو حساب بکنیم برگردیم.
فرمول اصلی پی آ اجتماع ب می شود پی آ به علاوه پی ب منهای پی آ اشتراک ب پی آ اجتماع ب رو داریم 96 صدم پی آ رو داریم 85 صدم پی ب رو نداریم منهای پی آ اشتراک ب هم داریم 4 دهم حسابش میکنیم 96 منهای 85 می شود 11 به روی 100 به علاوه 4 به روی 10 یا 40 به روی 100 این برم پی بی پس پی بی در اومد پی بی می شود 51%. اینو برای چی در آوردی؟ لازمش داری. 51 صدم. 51 منهای 40 صدم بشه 51 منهای 40 جواب 11%. اینا رو باید دونه به دونه خونه کار کنیم. ببینیم از این قصه ای که الان براتون گفتیم تست کنکور به چه صورت اومده. سراسری رشته ریاضی البته خب این درس مشترک بچه های تجربی و ریاضیه در سال 87 تعداد مسافرین در یک هتل در یک هتل 72 نفر 72 نفر که 23 نفر آنها تاجر 23 نفر آنها تاجر و 12 نفر برای اولین بار سفر کرده اند 8 نفر از این تاجرین برای اولین بار سفر کردن یعنی مشترک برای اولین بار سفر کردند یعنی مشترک آ و ب اگر فردی تصادفی انتخاب شود با کدام احتمال نه تاجر است نه برای اولین بار به نوع فضای بیرونی نه برای اولین بار سفر کرده است خب تست طولانی متنش گزینه 4 نهم 5 نهم پنج هشتم 3 4 ببینیم
بچه اصلا من دلم میخواد اینو با نمودار ون برم. کل مسافرین هتل 72 نفرم. اس فضایی نمونه 72، 23 تاشون تاجرن. کل این 23 تاجر، 12 نفر واسه اولین بار سفر کردن، 8 نفر از این تاجرین برای اولین بار سفر کردن، یعنی اینجا اشتراکشون 8. خب عزیز من وقتی 23 تاشون تاجرن، 8 تا اینجاست، 23 منهای 8 میشه 15 نفر اینجا، یعنی فقط تاجر. به این چی میگن؟ فقط تاجر. اونایی که واسه اولین بار سفر کرده ان 12 نفرن، 8 تاشون اینجاست، پس میشه این 4. اگر فردی انتخاب بشه با کدوم میتون، نه تاجر است نه برای اولین بار، اینجا اینجا اینجا، چجوری به دست میاد؟ یه 15 نفر اینجا بچه، یه 8 نفر اینجا، یه 4 نفر اینجا، میشه 27. این 27 یعنی همون اجتماع به ما، میبینی طبق شکل. خب 72 رو منو 27 کنیم میشه این علامت سوال، پس این علامت سوال میشه 72 منهای 20، 7 این میشه 5، نمیشه 4. این 45 نفر اینا احتمال گفته میشه 45 بروی 72. احتمال اگه بخوایم فرمولی بگیم میشه آه اجتماع بین پیرین، میشه 45 به کل 72. بیا ساده بکنیم، به 9 میشه 8، این به 9 میشه 5. جواب 5 هشتم گزینه 3. یکی میگه حالا من نمیخوام با ون برم، این 8 نفر بچه بخونید اینا رو، هم تاجر هم سفر اولی، این 4 نفر فقط سفر اولی، اینا نه تاجر نه سفر اولی. خب حالا من میخوام این مسئله رو که به جواب 5 هشتم رسیدیم حل کنم وسط بدون نمودار ون. ببینیم، میخونم تعداد کل مسافری NS من 72، تاجرا 23 نفرن، 12 نفر سفر اولی هن. سفر اولی 8 نفر واسه اولین بار، 8 نفر از این تاجرین بره، پس اشتراکشونه. با کدام احتمال؟ نه تاجر است نه برای اولین، یعنی احتمال رخ دادن اجتماع به پیریم رو میخواد که میشه 1 منهای پی اجتماع به. بفرمایید اول اجتماع به رو حساب بکنیم، برای اینکه فرمول آ اجتماع ب رو بگو بنویسم، پی آ پی ب منهای پی آ اشتراک ب، پی اشتباه ب به دست میاد، پی آ 23 72 به علاوه پی بی 12 72 مشترک ها 8 72 مخرج مشترک 72 12 منهاش میشه 4، 4 باید میشه 27. اگه به 9 ساده بکنی میشه 3 هشتم. این اینه.
حالا این سرش رو بشینه اینجا. یک منهای سه هشتم. جواب پنج هشتم، گزینه سه. تمرین دیگه یو میخوام براتون حل بکنم در قالب تست. خب برای اینکه با سال دوازدهم قاطی نشه باید بگردم. این خوبه بازم سراسری رشته ریاضی. احتمال آنکه شخصی در درس فیزیک قبول شود 55% و در درس شیمی قبول شود 60% است. اگر احتمال آنکه حداقل در یکی از دو درس قبول شود 75% باشد، با کدام احتمال در هر دو درس قبول می شود؟ گزینه 35%، 40%، 45-50. خب تست بسیار آسونیه، یعنی اصلا قابل مقایسه با مسائل قبلی که حل کردیم نیست. توی فیزیک قبول شدن 55%، توی شیمی قبول شدن 60%، حداقل یعنی اجتماع. فرمول پی آ اجتماع ب، پی آ به علاوه پی ب منهای پی آ اشتراک ب. پی آ اجتماع ب یعنی حداقل در یک دو درس قبول بشه 75%. این 75%. آ رو بگیریم در درس فیزیک قبول بشه 55%، اینجا مساویه. پنجاه و پنج درصد. توی شیمی قبول شدنش 60%. منهای در هر دو قبول شود، یعنی سوال ماست. پس پی آ اشتراک ب مساویه با این با این میشه 115 به روی 100 منهای 75 به روی 100 که میشه 40 به روی 100 یا 40%. 40% گزینه 2. مسئله رو میخوایم سخت‌تر بکنم. این آخرین تمرینی یکی از این جنس میخوام واسه تون حل بکنم. ساخته خودمه، خودم ساختم. احتمال
مردودی مریم 60% و احتمال مردودی زهره 70% است و احتمال مردودی هر دو برابر 50% است. چقدر احتمال دارد؟ الف حداقل یه نفر مردود شود، ب مریم مردود شود و زهره نشود. خب این آخرین مسئله که حل میکنیم، احتمال سال دهم به کل تموم میشه، احتمال بچه های 11 با پیش نیازهایی که گفتیم، بعد تازه دو تا بحث دارم خدمتتون میگم. مردودی مریم 60%، پی آ 60%، این مریمه. ظهر 70% احتمال داره رد شه، مثلا تو آزمون ورودی اداره. احتمال مردودی هر دو دیگه یاد گرفتیم، هر دو میشه این اشتراکه داده بهت 50%. حداقل یکی مردود بشه، این اجتماع رو خواسته. بریم فرمول پی آ 60% به علاوه پی ب 70% منهای اشتراکشون 50%، این با میشه 100 خدمت مرز کنم 80%. به احتمال 80% حداقل یکیشون مردود میشه. حالا میگه مریم مردود بشه، زهره مردود نشه، یعنی پی آ منهای ب. گفته بودم میشه پی آ منهای پی آ اشتراک ب. پی آ 60% منهای اشتراکشون 50%، به احتمال 10%. خدمتتون عرض کنم احتمال سال دهم تموم، بچهای دهم کامل شد. ببینید بچهای دهم احتمالشون خیلی مفصله، احتمال مقدماتی، تاس رو میاندازیم، کارتی رو میکشیم، دست میکنیم تو کیسه، مهره بر میداریم، دو تا تاس رو میندازیم، کار کرد. و بعد قسمت دیگرش حل مسائل احتمال به کمک تبدیل یا جایی گشته، بعد حل مسائلی به کمک ترکیبه که امروز دیدیم، و قوانین احتماله که الان مفصل گفتیم. یعنی این 4 حرف مال اختصاصی دهمه و هر 4 برای بچه 11 لازمه. حالا بچه های 11 با دانستن این 4 و اینکه از این 4 میتونه برشون سوال بیاد، 2 حرف اختصاصی دارن. احتمال شرطی، استقلال پیش آمدها، که اونو حتما توی دفعه بعد خواهیم گفت. دیگه لازم نیست مال دفعه بعد و بچه های 10 گوش کنن. تمام اینایی که برای احتمال گفتیم، هم 10 هم 11 هم 12 گوش میکردن. حالا بچه های 11 وقتی اینا رو کامل یاد گرفتن، توی جلسه بعدی میریم تخصصی 2 حرف رو میگیم. احتمال شرطی، استقلال پیش آمد. فقط دارم میگم اگه اینا تمرین نشه، کار نشه، تکرار نشه، اصلا هیچ فایده ای نداره. بچه ها، هم بچه های صادقیه، هم بچه های توحید، خانوم ها لطف کردن توی واتساپ گروه تشکیل دادن به نام خودم جاماسبی. سوالاتتون رو بنویسید اونجا، سوالا رو بنویسید، من حل میکنم. خیلی ها این کارو میکنن، البته بچه دهم، یازدهم، دوازدهم، هر سوالی که دارید بنویسید، من در کمتر از 24 ساعت جوابش رو واسهتون مینویسم، عکس میگیرم، با واتساپ منتقل میکنم براتون. موفق باشید، مواظب خودتون باشین. یا علی، خداحافظ. بعثت اسطوره کنکور ایران 48 17